برنامه در جستجوی ستاره ها از سوی بورد کرکت افغانستان در اکادمی کرکت ننگرهار در شهر جلال آباد آغاز گردید. در این برنامه کسانی انتخاب می گردند که تا حال به شکل رسمی در تیم های کرکت به بازی نپرداختند، مگر آنان بازی کرکت را به شکل عملی و تکنیکی می دانند. در ملک دیزوانان دو پارادیر یا خکل چانس ده. این چانس بزرگ است برای جوانان این وطن، به خصوص برای کسانی که با کرکت علاقه دارند. این یک موقع خوب است. کمیته انتخاب ورزشکاران میگویند در این مرحله بیش از 200 ورزشکار امتحان اخذ میگردد و در نهایت 56 ورزشکار برتر انتخاب خواهد گردید. ورزشکاران برتر در دو تیم با هم به رقابت میپردازند و کسانی که به حیث ستاره انتخاب میگردند در صورت ضرورت در تیم های گوناگون کرکت در ولایت به بازی خوان پرداخت. ورزشکارانی است که اگر با ایشان کار شود در مسابقات ولایتی سهیم شوند، انشاءالله به تیم جوانان و ملی راه خواهند یافت. در این حال ورزشکاران مهاجر افغان که از پاکستان آمدن میگویند امیدوار هستند که مسئولین بدون توصیه ورزشکاران را که استعداد دارند انتخاب نمایند. به کسانی که توصیه میکنند راه دادن نشود. اکثرا کسانی هستند که تلفن سفارش میکنند. هر کس که استعداد داشته باشد باید به پیش برود. مسئولین تنظیم کننده برنامه در جستجوی ستاره ها میگویند ورزش کرکت در افغانستان علاقمندان زیادی دارند و امیدوار هستند برای تیم های مختلف ورزشکاران خوبی را پیدا کنند. شماری از ورزشکارانی وجود دارند که در آینده انشاءالله خوب ثابت خواهند شد و این برنامه جریان دارد. بر اساس معلومات مسئولین کرکت داخلی افغانستان، در حال حاضر با شمول تیم های کوچی ها و مهاجر افغان در پاکستان، هزارها جوان در 32 ولایت افغانستان به بازی کرکت می پردازند. با گفته مسئولین در نظر دارند پروسه انتخاب ورزشکاران کرکت را به ولایتی انتقال دهند که در آنجا بازی کرکت انجام می شود و امیدوار هستند که ورزشکاران برتر را انتخاب نمایند. وحید الله فیضی صاحبی، تلویزیون آشنا، جلال آباد.